سلام بر شما. ساعت 8 بامداد تهران. من رکسانا خیکار از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستم. ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. تجمع‌های ضد حکومتی در مراسم 40 معترضان در بوکان و کامیاران. نیروهای سرکوبگر به مردم معترض در بوکان شلیک کردند. جوان رود شهر بی‌دفاع، بیانیه مردم این شهر درباره 33 روز محاصره اقتصادی. ادامه بازداشت گسترده شهروندان متهم به حضور در اعتراضات. دستگاه سرکوب اتهام می‌زند، دستگاه قضایی بی‌توجه به شواهد حکم صادر می‌کند. و گزارش‌های ایران اینترنشنال از حوادث مهم سال 2022 میلادی. تأثیر تهاجم روسیه به اوکراین بر ساختار اقتصادی و سیاسی در بسیاری از نقاط جهان. روز یک شنبه مصادف بود با مراسم 40 چند تن از کشته شدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهر بوکان. این مراسم با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بود. ویدیوهای رسیده به رغم استقرار نیروهای سرکوب، معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند، رانندگان بوق خودروهایشان را به صدا درآوردند و بازاریان با بستن مغازه‌ها اعتصاب کردند. چهارم دی شهر بوکان. مراسم 40 برهان کرمی از جانباختگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در کامیاران در روستای چرسانه برگزار شد. مردم حاضر در این مراسم علیه حکومت شعار دادند. برهان کرمی روز 25 آبان مقابل خانه فؤاد محمدی، یکی دیگر از کشته شدگان شهر کامیاران، توسط نیروهای حکومت از ناحیه سر هدف گرفته و به قتل رسید.
حنا حسن‌پور پژوهشگر علوم سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین خانم حسن‌پور. ما روز گذشته شاهد حضور گسترده مردم در بوکان بودیم. به نظر میاد هر وقت تا حدی در ظاهر دست کم شعله اعتراضات کم رنگ میشه، در یه نقطه یا شهر دیگه از ایران دوباره این شعله گر میگیره. درسته. ببینید، ما وقتی که از در واقع در تحلیل و از خیزش انقلابی حرف میزنیم، در این دقیقا داریم در مورد همین مسئله حرف میزنیم. معمولا وقتی نارضایتی در سطح وسیعی خودش رو نشون میده و خواهان تغییر حکومت یا دولت میشه، خب طبیعتاً در خیابان خودش رو به شکل اعتراض نشون میده و این اعتراضات معمولاً با سرکوب شدید در کشورهای استبدادی مواجه میشه. این سرکوب شدید باعث میشه که این اعتراضات به صورت موقت، یعنی در واقع از میزان آن کاسته بشه و یا تغییر شکل بده، اما این به معنای از بین رفتن نارضایتی و یا در واقع مسدود شدن اعتراضات نیست، بلکه از جای دیگه خودش رو از جای دیگه سر باز میکنه. مثلا همونطوری که ما این روزها شاهدش بودیم، در بیشتر شهرها ما با سکوت و یا دست کم اعتراضات حداقلی مواجه بودیم، اما در بوکان چیزی رو که ما مشاهده کردیم بیانگر این بود که اعتراضات در سطح گسترده در جریان هستش. اگر بخوایم به زبان ساده و خلاصه بگیم، چرا تلاش حکومت برای سرکوب اعتراضات در تمام این صد روز اخیر به رغم تمام سرکوب‌ها منجر به شکست شده؟ خب این سوالم بگم دقیقا در امتداد سوال قبلی هستش. ببینید، شما نمیتونید حجم وسیعی از نارضایتی رو که در لایه‌های مختلف اجتماع شکل گرفته رو سرکوب کنید، حتی اگر که از اسلحه استفاده بشه، حتی اگر که با شدیدترین در واقع نیروی نظامی استفاده بشه. در واقع حکومت تا وقتی که نتونه به این نارضایتی ها پاسخ درخوری بده، همچنان با این اعتراضات مواجه خواهد بود و من فکر میکنم در واقع شکست و یا عدم موفقیت حکومت در سرکوب این اعتراضات همینه، یعنی که نارضایتی پا بر جاست، در همه لایه های جامعه خودش رو در واقع تسری داده و از هر شکلی استفاده میکنه که خودش رو به سطح برسه و به بروز برسونه. خانم حسن‌پور، در رابطه با رهبر داشتن یا نداشتن خیزش انقلابی در ایران خیلی بحث و صحبت شده. عده اون رو نشونه پختگی این خیزش میدونن و عده هم نقطه ضعف این خیزش. تحلیل شما در این باره چه هست؟ ببین، بحث رهبری واقعا یه بحث فوق‌العاده وسیع هستش که من فکر نکنم بتونم تو یکی دو دقیقه بتونم اون حرف جامع و کامل رو که بخوام مد نظرم هستش خدمت بینندگان عزیز برسونم. اما اگر خیلی به طور خالصه بخوام بگم، مسئله اینه که یکی از مؤلفه‌های اصلی هر انقلاب داشتن رهبریه، یعنی آن چیزی که در نظریات انقلاب ما باهاش مواجه هست، در نظریات انقلاب کلاسیک. اما خب در دهه اخیر ما با موج جدیدی از انقلابات مواجه بودیم که عمدتاً در کشورهای خاورمیانه و یا مثلا شمال افریقا که همون بهار عربی موسوم بود شکل گرفت، در مثلا در عمدتاً بدون رهبر بودن، در سه تا از کشورها یعنی منجر به تغییر حکومت شد. اما آن چیزی که بعدش اتفاق افتاد مطلوب نیروهای سیاسی نبود و برای همین هم است که الزام رهبری یا رهبران در یک انقلاب خیلی خودش رو، یعنی اهمیت خودش رو در اینجا نشون میده. از طرفی هم این به معنای این نیست که در واقع ما بتونیم به صورت تصنعی و یا به صورت با فورس بخوایم یک رهبر رو یا یک رهبران رو به یک انقلاب در واقع تحمیل کنیم، چرا که انقلاب یک فراینده و باید مسیر ارگانیک خودش رو طی کنه و در واقع ضرورت نیروهای انقلابی از داخله که باید خودش رو به این صورت نشون بده که نیازمند چه کسی و در چه جایگاهی هستش. من خیلی تلاش کردم خلاصه بگم، واقعا اثر نمیشد. بله، عالی بود. خیلی ممنون خانم حسن‌پور از همراهیت. همزمان با چهلم کشته شدگان اعتراضات در بوکان، دانش آموزان در مدارس پسران شعارهای ضد حکومتی دادند و دانش آموزان دختر نیز در مدارس خود ضمن اعتراض حجاب از سر برداشتند. Yeah!
برگردیم به ویدیوهایی از خیزش انقلابی مردم که از سوی شما برای ما ارسال میشه. ویدیویی از دختران مدرسه در کرج رو داریم که ترانه برای از شروین حاجی پور رو هم خونی میکنن. شاهزاده رضا پهلوی خواهان شرکت مردم در مراسم 40 کشته شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی شد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به مراسم 40 کیان پیرفلک، آیلار حقی، حمید رضا روحی و سپهر مقصودی در توییتی در توصیف این کشته شدگان نوشت: کودکان و جوانانی باهوش، شجاع و پر از شور زندگی که به دست پاسداران ضحاک به قتل رسیدند. او افسود: خانواده های داغدار را تنها نمی گذاریم. گروه زیادی از بازاریان و شهروندان جوانرود در بیانیه مشترک خواستار برچیده شدن گیت های امنیتی در 5 ورودی این شهر شدند. بر اساس این بیانیه نیروهای امنیتی مستقر در ورودی شهر مسافران را تهدید می کنند که در صورت خرید از کسبه جوانرود اجناس خریداری شده از سوی پلیس مصادره خواهد شد. به گفته بازاریان و شهروندان جوانرود این اقدام با هدف باج‌خواهی از کسبه این شهر انجام می شود. این بیانیه همچنین خطاب به مقامات حکومتی تاکید می کند که ایجاد چنین جو امنیتی آتش خشم عمومی ملت جوانرود را فرو نخواهد نشاند. بازاریان این شهر هشدار دادند با معرفی جوانرود به عنوان یک شهر ناامن، کسبه آغازگر اعتصابات ملی در سطح کشور خواهند بود و ادامه این اقدامات ضد امنیتی نیروهای حکومتی امنیت همه ارکان نظام را به خطر می اندازد. در این ارتباط همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو همراه ما هستش. شاهد، این شیوه برخورد با مردم جوانرود قراره که چه پیامی رو به مردم معترض منتقل بکنه و چقدر میتونه اهداف حاکمیت رو تعمیم بکنه در واقع؟ خب رکسانا، به نظر میرسه حکومت میخواد مردم بگه برای اعمال سیاست سرکوب و ارعاب مردم شیوه ها و تاکتیک های مختلفی داره. در جایی مثل زاهدان یک روزه نزدیک به 100 نفر را میکشه، در جایی مثل شهریار یا تهران با باتوم افراد رو میکشند، دختران رو پرتاب بکنن از بلندی، در جایی مثل بوکان به خونه های مردم میریزن فارغ از این که در اعتراضات حضور داشتن نداشتن، عملا اونا رو با کتک از خونه بیرون میندازن و این سیاست برای چند هفته ادامه داشت. یعنی هر جایی که به یک معنا مقاومت مردم ادامه داشته، حکومت به شیوه های گوناگونی به از ارعاب روی آورده. در جایی مثل جوانرود همانطور که در بیانیه هم بود که در خبرها شما خوندید، عملا 33 روز هست، یعنی بعد از اینکه جوانرود چند روز بسیار در واقع پر درگیری و اعتراض و مقاومت پشت سر گذاشت، حکومت اومده با نیروهایی که از سپاه کرمانشاه آورده تمام گیت ها رو بسته، ورودی ها رو بسته، عده زیادی رو بازداشت کرده و اجازه کاسه مردم نمیده، اجازه در واقع خرید فروش نمیده. اینو یادمون نره که جوانرود شهر کوچکی هست، در واقع جمعیت فکر میکنم حدود 50-60 هزار نفر هست که در واقع عمده درآمدش بازارچه مرزی هست. بازارچه مرزی و مردم میگن این داخل جوانرود حق نداره حتی یک صابون بخری. حالا فارغ از این که اصلا بازارچه عملا داره مردم رو تأمین میکنه و آدم مشتری های زیادی به طور روزانه در این چند سال که این بازارچه فعال بوده از استانهای دیگه برای خرید کردن میان. من با منبعی صحبت میکردم، میگفت از روانسر شهر کوچک که اومده عملا خواسته از بیراهه وسایلی رو در واقع در حد نیازش ببره با خودش، گرفتن، کتکش زدن، وسایل رو ضبط کردن و حتی بعدش اینو بازداشت بکنن، بعد با رشوه آزاد شده. یعنی در واقع عملا دستگاه سرکوب در این حالی که داره مردم رو تنبیه میکنه، مجازات میکنه، مثل اون شیوه که خودشون میگن شب ابی طالب در مورد پیامبر مسلمان ها، داره کارو مردم میکنه صرفا به این خاطر مردم یک جایی ایستادن، شعار دادن مرگ بر حکومت یا زن زندگی آزادی. و علاوه بر اون در کنار این دستگاه فاسده،
یعنی فقط یک نظام توتالیتر سرکوبگر نیست، یک نظام به لحاظ اقتصادی بیمار هست که مأمورینش هم حتی در زمان سرکوب هم عملاً بخش اقتصادشون بخش در واقع دوزیشون کار میکنه. این رو من یاد این جمله میندازه که میگه حتی در دستگاه قضایی هم وقتی مردم از عدالتش ناامید میشن از فسادش ناامید نمیشن، به تبری که از دوستان در توییتر نوشته بود، و همیشه راهی پیدا میکنن برای اینکه حکومت رو دور بزنن. اینجا به نظر میرسه که عملا مردم در فشار بسیار شدید قرار گرفتن. خب مردم در این شرایط چطور میتونن به هم کمک بکنن؟ خب به نظر میرسه بخشی از موضوع برمیگرده به این که عملاً شبکه‌هایی که در داخل کشور درست شده برای کمک به اعتصابیون، یعنی ما میدونیم در هفته‌های گذشته در جاهایی که اعتصاب بیشتر از چند روز طول کشیده، مثلا در جوانرود عملاً در یکی از شهرهایی است که در جایی که من میدونم در مجموع اون دوره اعتصابی بازار نزدیک به 22 روز بازار تعطیل بوده، یعنی افراد با یک هدف سیاسی با هدف مقابله تصمیم گرفتن مغازه‌شون رو تعطیل بکنن. اونجا کسانی اومدن از شهروندان از همون شهر و شهرهای دیگه اومدن کمک مالی کردن به اینها. اینجا هم به نظر میرسه همونطور که خود در بیانیه هم از خوبه مفصل‌تر در واقع که ما خوندیم اشاره میکنه که انتظار دارن سایر شهروندان در شهرهای دیگه ضمن ادامه مراجعه به جوانرود برای خرید کردن از اونها، همون رویه‌ای که تو این چند سال بوده، عملاً صدای مخالفتشون رو بلند بکنن، چون اگر در جوانرود مردم رو در واقع در محاصره اقتصادی قرار میده در جای دیگه آدم میکشه، تجربه‌ای که ما در این 101 دو روز شاهدش بودیم. به این ترتیب به نظر میرسه که تقویت اون گروه هایی که درشون داخل خود مردم خود جوشن، در واقع درونزا هستن اسخایی میکنم، در میان گروه های اجتماعی برای کمک به هم دیگه، و البته این باور که در نهایت مقابله با جمهوری اسلامی کاریست که از همبستگی همه مردم ممکن خواهد شد، این وضعیت فکر میکنم میتونه بازی رو به نفع مردم عوض بکنه، چیزی که مردم هم انتظارشو دارن. شاهد ممنون از همراهی و توضیحاتت. بیش از 100 روز از خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی می‌گذرد. در این فاصله حکومت در جریان سرکوب اعتراضات علاوه بر بازداشت و کشتار مخالفان ده‌ها دروغ رسانه‌ای را هم به صحنه برده است. گزارشی از مشتبه پور محسن. 100 روز خیزش انقلابی مردم و 100 روز دروغ جمهوری اسلامی، مواجهه با واقعیت تلخ حکومتی که کارگزارانش چرخ‌دنده های یک ماشینند. جمهوری دروغ، جمهوری جنایت و جمهوری دروغ پس از جنایت. در آستانه مراسم 40مین روز قتل حکومتی کیانی پیرفلک، کودک 10 ساله، شهر ایزه در محاصره نیروهای امنیتی است که وارد خانه های مردم شدند. تلاشی نافرجام برای قلب واقعیتی که نه فقط ایزه بلکه کل ایران و جهان را در نوردیده. اون که نیروهای لباس شخصی 25 آبان ماه خودروی خانواده کیان پیرفلک را به گلوله بستند. جلوی چشم مادری که شهادت داد قاتلان فرزندش چه کسانی هستند. پایان زندگی کودکی که آرزوی اختراع و ساختن داشت و فکر میکرد خدای رنگین کمان میتواند خدای کشتار را شکست بده. خدا ستمگران را دوست ندارد. حکومتی که با انبوهی از دروغ در 100 روز نمایندگی انحصاری پاشیدن خاک به چشمان حقیقت را به دست آورده. حکومتی که خون از انگشتانش میریزد، همه میبینند که میریزد، و به دنبال انداختن مسئولیت کشتن کیان بر شانه چند جوان مبارز است که شعارشان این است: بختیاری بختیاری نمی‌کشد. اما این تنها یکی از صدها دروغی است که جمهوری اسلامی در 100 روز گذشته گفته. از زمان قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، وقتی همه شان توی چشم دوربین زل زدند و گفتند علت مرگ او بیماری زمینه‌ای بوده. علت مرگ، تمام این حرفایی که دارن تو فضای مجازی پخش می‌کنن، کذب محض. دروغی که خشم فروخورده مردم را شعله‌ور کرد و آنها را به خیابان کشاند. جوانانی که در خیابان با صدای بلند و با لحنی صریح فریاد می‌زدند جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند.
پس از کشتار خونین مردم در روزهای 29 تا 31 شهریور ماه علی خامنه‌ای خیزش مردم را اختشاش خواند و باز هم دروغ گفت. به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. درست در روزهایی که واقعیت تلخ کشتار نوجوانان و جوانان معترض یکی پس از دیگری آشکار می شد. آنها مرگ حدیث نجفی، دختر 22 ساله ای را که در مهشهر کرج با شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته شد، گردن معترضان انداختند. پس از افشای این جنایت، پدر حدیث را با تهدید مقابل دوربین دروغ اجباری نشاندند. اما مادر حدیث چند روز بعد تایید کرد که دخترش را حکومت کشته. گلوله هایی که به حدیث زده بودن دیدم کجاهاش خورده. دختر من به خاطر شما مرده. روزی که جسد دخترشو بهش نشون دادن باباشو کتک زدن. یه کاری میخواستن بکنن که باباش هم بمیره، چون باباش گفته بود دختر منو چرا زدی، دختر من چه گناهی داشت. همین داستان با اندکی تفاوت درباره نیکا شاکرمی تکرار شد، دختر 16 ساله‌ای که در اعتراض‌ها حضوری فعال داشت و پس از دستگیری بر اثر ضربات باتون به سرش کشته شد. اما جمهوری اسلامی دروغی جدید از آستین در آورد و مدعی شد که او بر اثر ضربات متعدد زمین با سرش خودکشی کرده. وقتی خاله نیکا شروع به افشاگری کرد، سعی کردند او را با زور و تهدید به بلندگوی دروغشان تبدیل کنند. فشارهایی که در مورد مادر سارینا اسماعیل زاده جواب داد. او هم 16 سالش بود. او هم با ضربات باتون ماموران امنیتی کشته شد. مادر او را جلوی دوربین اعتراف اجباری نشاندند تا بگوید از پشت بام خودش را پایین انداخته و خودکشی کرده. وقتی اعتراض ها فروکش نمی کرد و شعارها تندتر و تندتر می شد، آتش سوزی در زندان اوین اتفاق افتاد با صداهای مهیب. نظام زندانیان را متهم به شورش کرد. اما اندکی بعد در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای سپاه پاسداران فاش شد که مقام‌های سازمان زندان‌ها از یک هفته قبل خبر داشتند قرار است چنین اتفاقی بیفتد. در همان روزی که نیروی انتظامی در حال برگزاری مانور در زندان با همراهی بسیج بود. حدود 10 روز بعد، همزمان با مراسم چهلم مهسا امینی، خبر حمله به شاه چراغ به سرخط خبرها آمد. جمهوری اسلامی حمله را که به مرگ 13 نفر انجامید به داعش نسبت داد. اما باز هم در بولتن محرمانه فارس مشخص شد که هم سپاه پاسداران و هم وزارت اطلاعات قبل از حمله از آن خبر داشتند و جلویش را نگرفتند. در خوشبینانه ترین حالت، مقام های نظام اجازه دادند این اتفاق ها بیفتد تا از موج خبریش استفاده کنند. به رغم افشای این موضوع، خامنه ای 29 آذر ماه باز هم دروغ گفت. گفتن ما تولید کردیم داعش رو. اونا گناهکارن. 3 روز پس از حمله به شاه چراغ، فرمانده سپاه پاسداران مدعی شد اعتراض‌ها به پایان رسیده. آن عده قلیل که گول خوردند، باز هم میگوییم شرارت را کنار بگذارید. امروز روز پایان اختشاشات است. تلاش برای فروختن دروغ به مردمی که کف خیابان همدیگر را می‌دیدند که علیه حکومت دروغ شعار می‌دادند. کسانی که حرفشان را شفافتر از همیشه می‌گفتند. اما خامنه‌ای چیز دیگری می‌گفت، از دنیای دیگر. جنبندی کنم، مشکل ما با دنیای استکبار عبارت است از این که ما داریم پیشرفت می‌کنیم و اراده داریم که پیشرفت کنیم و او پیشرفت ما رو به ضرر خودش می‌دونه. رئیس دولت 13 هم که آنقدر در بازی نبود که به گفته معاون پارلمانی پیشینش بعضی معترضان حتی اسم او را نمی‌دانستند، دلیل اعتراض‌ها را به قطاری ربط داد که از موقع انتخابات راه انداخت و کشور را به سوی دره نابودی با دلار 41 هزار تومانی پیش می‌برد. این اختشاشات، چرا ناآرامی‌ها، چرا بلوا؟ برای اینکه می‌خوان قطار پرشتاب پیشرفت کشور رو از حرکت باز بدارند. اما شاهکار دروغ ها را جانشین ظریف در وزارت خارجه رئیسی گفت. خارج از مرزها در بوسنی و هرزگوین، در حالی که تا به امروز طبق آمار رسمی گروه های حقوق بشری
بیش از 500 نفر در جریان خیزش انقلابی کشته شدند. امیر عبداللهیان از آمار کشته ها گفت: پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچ کس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشده. به زعم او این شلیک ها لابد واقعی نبوده و ما فکر کردیم که آنها شلیک کردند. خامنه ای مدعی شده آنچه در ایران جریان دارد به زعم او اعتراض نیست، اختشاش هم نیست، جنگ ترکیبی است. شاید بیراه نگفته باشد. 100 روز جنگ حکومت علیه این جوانان که دیگر نمی‌رقصند، دیگر نمی‌خوانند و دیگر آرزوهای قشنگی ندارند. جنگ علیه مردم ایران با ترکیبی از جنایت، سرکوب و البته مقادیر متنوعی دروغ. مشتبه پور محسن، لندن. همزمان با خیزش انقلابی ایرانیان و با وجود شعارهای گسترده مردم علیه قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی قصد دارد سومین سالگرد کشته شدن او را به شکلی ویژه برگزار کند. این در حالی است که با وجود سالها سرمایه گذاری برای شخصیت سازی از قاسم سلیمانی، گزارش‌های متعددی از آتش زدن تصاویر و پایین کشیدن مجسمه‌های او منتشر شده است. تعدادی از اونها رو با هم ببینیم. خب سلام علیکم همگی. مشی از همگی بابا، اینو می‌بینی؟ این حاج قاسمی که داره آتش می‌گیره. حاج قاسم سوخت. خدا حافظ. برای توماج مشهد 15 آذر، برای توماج، برای مجلس راهنورد، با امید پیروزی، با امید آزادی. بیشتر آبا هم میدونه آجانتی برگر کل نظام پیش شمه 12 آذر سلام فرمانیه. پیش شمه 12 آذر سلام فرمانیه. آبان اخواز. جا قرچک، آتیش زدن بنر مزدوران خامنه ای 3 آذر. بندر عباس 16 مه سردار آتیش زدیم. زن زندگی آزادی. برای سگ های بی گناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه. محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای سازگارا. به رغم 100 روز التهاب پیوسته در سراسر ایران، جمهوری اسلامی تصمیم به برگزاری بزرگداشتی متفاوت برای قاسم سلیمانی گرفته. در چنین شرایطی چه هدفی رو دنبال میکنه جمهوری اسلامی؟ والا فکر میکنم احتمالاً دو هدف رو دنبال میکنه. یک طرف امیدواره اون تصویر کاذبی که از قاسم سلیمانی ساخته بود قبلاً به عنوان سردار، بعضی ها گفته بودن عارف یا نمیدونم شش پایتخت عربی در کنترلشه و غیره، و با کشته شدن او سعی کرد که او رو با همین شخصیت به مردم بفروشه، که الان معلوم هم شده که سراپا دروغ بوده. سلیمانی رهبر تروریستی و آدمکشی بود که در آبان 98 نیروهای هشت و شعبی بیگانه رو به خوزستان آورد و مردم بیدفاع رو در باشهر به رگبار گلوله بست و وعده داده بود که 60,000 نفر از بیگانگان رو بیاره برای سرکوب مردم، که لابد اگر زنده بود مثلا میخواست این کار رو بکنه. ولی به هر رو از یک طرف حکومت امیدواره که
با یک تبلیغ گسترده شاید بتواند دوباره بازسازی کنه همون دروغ‌هایی که راجع به سلیمانی گفته بود رو و مردم رو شاید با نمایش‌هایی که درست بکنه به این ترتیب نشون بده که مثلا پشت حکومت و سمبول‌هاش هستن. اما به نظرم نکته دوم که از این براش مهمتر هم هست این است که بلکه بتواند از قبل این کار نیروهای خودش رو لااقل جمع و جور بکنه، نیروهای طرفدار خودش رو که الان به شدت مسئله دارن، پاشون رو پس کشیدن، نه بسیجی ها میرن شرکت بکنند آنچنانی، نه حتی نماز جمعه بروها میرن، نه چند بار سعی کرد که طرفداراش رو جمع کنه و نوه دی درست کنه، ساندسفورا رو به اصطلاح جمع کنه، موفق نشد، 3-4 هزار نفر رو در شهری مثل تهران بیشتر نتونست جمع کنه. بنابراین نکته دومش این است که اگر بتونی نمایشی بده که بفروشه که بله بفرمایید مثلا مردم طرفدارن، ولی از اون مهمتر بلکه به این ترتیب بتواند نیروهای دست کم طرفدار خودش رو، نیروهای سپاه رو، بسیج رو و حتی نیروی انتظامی و غیره رو به این ترتیب شاید بتونه اندکی بازسازی کنه برای اینکه بهش وفادار باشن. آقای سازگارا، حالا این ترفندهای جمهوری اسلامی فکر میکنین از نظر روانی چه تأثیری بر جامعه معترض ایران داره؟ والا تو این مدت، تو این 100 روز ما دیدیم حکومت هر دروغی که میگه، هر ترفندی که میزنه به عصبانیت مردم اضافه میکنه. یعنی هر کاری میکنه وقتی که جواب خواسته اصلی مردم رو که نمیخوان دیگه این حکومت رو و میخوان که این حکومت بره، به زندگیشون دخالت نکنه، جووناشون رو نکشه، خفقان ایجاد نکنه، به لپوشیدن و خوابیدن و خوردن مردم کاری نداشته باشه، هرچی از این کارا کرده ما دیدیم که به عصبانیت مردم اضافه میکنه و بیشتر مردم رو عصبانی میکنه، تا جایی که خودشون تحلیل کرده بودن درونی که خامنه‌ای روی صحنه هر وقت ظاهر میشه، چون او رهبر دروغگوست و رهبر این آدمکشاست، خودشون درونی تحلیل کرده بودن که عصبانیت مردم رو افزایش میده. به هم دلیل هم 2 دسته شدن تو حکومت، یه دسته میگن باید بیاد حرف بزنه برای اینکه لااقل طرفداراش رو جمع و جور کنه، اما یه دسته دوم ترجیح میدن کمتر حرف بزنه برای اینکه مردم رو عصبانی نکنه. من پیش بینیم این است که قاتلی مثل قاسم سلیمانی رو علم کردن بیش از پیش به عصبانیت و خشم مردم اضافه خواهد کرد، مردمی که در این 100 روز کشته ها دادند، کودکان کشته شدند، جوانان کشته شدند، به هزاران نفر در زندانند و جوانانی رو به دار کشیدند که یک ملت رو داغدار کرد. بله آقای سازگار، خیلی ممنون از همراهی و توضیحات شما. ممنون از محبت. همچنان از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستیم. نگاهی دوباره میاندازیم به سرخط خبرها. تجمع‌های ضد حکومتی در مراسم 40 معترضان در بوکان و کامیاران، نیروهای سرکوبگر به مردم معترض در بوکان شلیک کردند. جوانرود، شهر بی‌دفاع، بیانیه مردم این شهر درباره 33 روز محاصره اقتصادی. ادامه بازداشت گسترده شهروندان متهم به حضور در اعتراضات، دستگاه سرکوب اتهام می‌زند، دستگاه قضایی بی‌توجه به شواهد حکم صادر می‌کند. و گزارش‌های ایران اینترنشنال از حوادث مهم سال 2022 میلادی، تأثیر تهاجم روسیه به اوکراین بر ساختار اقتصادی و سیاسی در بسیاری از نقاط جهان.
محمد جعفر منتظری دادستان کل تهران زنان و دخترانی را که حجاب اجباری از سر برمی‌دارند تهدید کرد. دادستان کل ایران برداشتن حجاب اجباری را بی‌توجهی به شرع و قوانین جمهوری اسلامی دانسته. این در حالی است که نتایج یک نظرسنجی وزارت کشور نشان می‌دهد تنها 37% از پرسش شوندگان به اجباری بودن حجاب باور دارند. سپاه سارالله کرمان در بیانیه‌ای مدعی شد اعضای شبکه‌ای به نام زاگروس که به گفته آنها از انگلیس هدایت می‌شده را دستگیر کرده است. این بیانیه بازداشت شدگان را اعضای تیمی فعال در داخل و خارج کشور خوانده که برای براندازی تلاش می‌کردند. سپاه کرمان مدعی است که تعدادی از 7 نفری را که بازداشت کرده 2 تابعیتی هستند. در صد روزی که از خیزش انقلابی می‌گذرد این چندمین باری است که سپاه پاسداران بیانیه هایی با مضمون دستگیری اعضای شبکه های مختلف با اهداف براندازی یا رهبری این خیزش منتشر می کنند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا همراه ما هستند. خیلی خوش آمدین خانم بنی هاشمی. محمد قبادلو با حکم اعدام روبرو هستش و خانواده اون در موردش ابراز نگرانی زیادی کردن. پرونده او به لحاظ حقوقی چه روندی رو طی کرده؟ درود به شما و تمام بینندگانتون. آقای قبادلو متاسفانه یکی از کسانی هستش که در واقع درخواست فرجام خواهی اون از طرف دیوان عالی کشور رد شده و در واقع میتونیم بگیم که حکم اعدام اون فعلا از نظر قوه قضاییه پابرجاست. منتها نکته بسیار مهمی که در خصوص پرونده آقای قبادلو وجود داره که نسبت به بقیه یه در واقع پرونده ها این رو متمایز میکنه این هستش که مدت بسیاری هست که مادر ایشون ویدیوهایی رو منتشر کرده، وکیل ایشون در این رابطه صحبت کرده که ایشون به یک بیماری 2 قطبی یعنی اختلال 2 قطبی در واقع مبتلا هست و ما میدونیم که در قانون مجازات اسلامی با وجود تمام نواقصی که داره و تمام مشکلاتی که داره به هر حال در قسمت مسئولیت کیفری مسئله جنون رو از جمله مسائل رافع مسئولیت کیفری در واقع نام برده و زمانی که مرتکب در زمان وقوع جرم در واقع در حال جنون باشه یا حتی اگر جنون ادواری باشه در حالت جنونش در واقع مرتکب جرمی شده باشه این از مسائل مبتنی بر رافع مسئولیت کیفریه و نمیبایست که در واقع این حکم برای ایشون صادر بشه. حالا اگر این که به دلیل در واقع بیماری که ایشون داره میتونیم بگیم جنون دوره‌ای داره که گاهی در واقع مبتلاست و گاهی مبتلا نیست، نظر کارشناس پزشکی قانونی در این زمینه میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. این که در واقع کارشناسان باید بررسی دقیق بکنن که ایشون در زمان ارتکاب به جرم در واقع مبتلا به جنون بوده یا خیر و این مسئله در واقع باید یک زمانی ببره که آزمایش های لازم در این خصوص در مورد ایشون صورت بگیره. ضمن این که اگر که اصلا بتونیم این جرم رو به ایشون منتسب بکنیم به خاطر اینکه اقراری که ایشون مثلا در دادگاه کرده که تصاویرش رو به استاد جمهوری اسلامی پخش کرد، اقرار ممکن مبتنی بر این باشه که اصلا اون لحظه ایشون حواسش نباشه یا اصلا قرصاشو به موقع نخورده باشه. حتی وکیل ایشون اعلام کرده، وکیل انتخابی ایشون، تا این لحظه نتونه دسترسی کامل به پرونده داشته باشه و برای یه همچین پرونده مسئله وکیل و مسئله نظر پزشکی قانونی میتونه مسئله بسیار مهمی باشه. خانم بنی هاشمی، از طرف دیگه افراد بسیاری هم مانند جهانگیر جهان‌آرایی از اونها هم اطلاعی از وضعیتشون در دسترس نیستش. آیا این روند سیستم قوه قضایی اصلا قانونیه؟ به هیچ عنوان غیر قانونی هستش، اصلا جنبه قانونی نداره. ببینید، به صراحت در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری عنوان شده که هر فرد بازداشتی حق این رو داره که در واقع بتونه بلافاصله با خانواده خودش تماس بگیره، بلافاصله بتونه دسترسی به وکیل داشته باشه. غیر از آقای جهان‌آرایی تعداد بسیار زیادی افرادی هستن که در بازداشتگاه به سر میبرن که خانواده اونها ممکنه حالا رسانه‌ای نشده باشه، دسترسی به رسانه‌ها نداشته باشن یا به اصطلاح فعلا داشته باشن سکوت بکنن، ولی تعداد بسیار زیادی بچه‌هایی هستن که تا این لحظه در واقع ازشون اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست
با چه اتهاماتی روبرو هستن. ببینید در یک نامه که چند وقت پیش از طرف به اصطلاح مثلا استان البرز و تهران عنوان شده بود، عنوان شده بود که نزدیک به 16,000 نفر در زندان‌ها در حالت بازداشتی به سر می‌برن. شما اگر یه نگاهی به این بکنید، ما چه تعدادی از این 16,000 نفر رو مثلا در این دوستان که در واقع دوستانی هستش که به نسبت خانواده ها به مسئله رسانه ها و شبکه های اجتماعی ممکنه بیشتر ناخودآگاه آشناتر باشن، از این تعداد 16,000 نفر تعداد بسیار کمی رو ما ممکنه اسامی ازشون داشته باشیم که در حالت بازداشتی به سر میبرن، در حالی که مسئله در واقع اطلاع و اینکه ابلاغ رسمی بشه به خانواده و اطلاع داشته باشن که تفهیم اتفاق بر چه مبنایی بوده، یکی از حقوق اولیه زندانیان هست که باید در این مورد مورد توجه قرار بگیره. چه مسئله پرونده آقای قبادلو که در سوال اول پرسیدین، چه مسئله آقای جهان‌آرایی، هر دو خلاف نص صریح قانونه و به نظر من سازمان های حقوق بشری باید در این رابطه اطلاع رسانی قوی انجام بدن و دنیا از این مسئله متوجه بشه که چطور در واقع در چه وضعیتی بازداشتی ها و احکام داره صادر میشه. خیلی ممنونم از همراهی و توضیحاتتون خانم بنی هاشمی. یک مقام امنیتی و نظامی پیشین اسرائیلی میگوید که این کشور باید خود را برای حمله به تاسیسات اتمی ایران در آینده نزدیک آماده کند. رئیس پیشین دایره اطلاعات در موساد گفت که جمهوری اسلامی تنها چند روز یا نهایتاً چند هفته با غنی‌سازی اورانیوم در حد 90% فاصله دارد و اسرائیل باید به زودی تصمیم مهمی در این زمینه بگیرد. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم از جزئیات بیشتر این سخنان میگه. خب زهر پالتی که قبلا رئیس اداره اطلاعات یا رئیس دایره اطلاعات در موساد بوده، این صحبت‌ها رو در یک نشستی روز یک شنبه در رمت شارون نزدیکی تل آویو بیان کرد. او گفت که اسرائیل باید خودش رو آماده بکنه برای یک حمله در آینده نزدیک به جمهوری اسلامی. به گفته زهر پالتی، جمهوری اسلامی چند روز یا نهایتاً چند هفته با غنی‌سازی 90% اورانیوم فاصله داره و اگرچه این به این معنی نیست که خواهد توانست فوراً بمب اتمی بسازه، اما موضوعی بسیار بد و خطرناک و به گفته او اسرائیل باید در آینده نزدیک تصمیمات بسیار مهمی در این زمینه بگیره. پالتی که در واقع تا همین چند ماه پیش رئیس اداره سیاسی نظامی وزارت دفاع اسرائیل هم بود، گفت که اسرائیل توانایی حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو داره. این اظهار نظر از دو جهت مهم هست. یکی از همین جهت که او تا همین چند ماه پیش پستی داشته در وزارت دفاع اسرائیل و در نتیجه توانایی نظامی اسرائیل رو میشناسه. موضوع دوم هم این هست که پالتی حدود 10 سال پیش زمانی که موضوع حمله احتمالی هوایی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران مطرح بود، یکی از مخالفان این موضوع در میان مقامات امنیتی و نظامی در اسرائیل بود. تهاجم روسیه به اوکراین نه تنها نظم و ثبات جهانی را هدف گرفت، بلکه سبب شد ساختار اقتصادی و سیاسی در بسیاری از نقاط جهان دستخوش تغییر شود. مصدق پارسا نگاهی کرده به حمله روسیه به اوکراین و تأثیر اون بر وضعیت اقتصادی در اروپا. شیپور جنگ در دروازه های اروپا، آنچه در ادبیات دولتی روسیه عملیات ویژه نظامی خوانده می شود، اما در کشورهای اروپایی و غربی جنگ پوتین و تهاجم روسیه. با هر نامی که باشد، در 10 ماه گذشته روسیه هرچه در توان داشت در برابر اوکراین به کار گرفت. در عوض کمک نظامی ناتو از کیف و تحریم‌های جهانی را به جان خود خرید. جنگی که نه تنها جان و خانه بخشی از مردم اوکراین را گرفت و از آران سرباز روسیه را به کام مرگ فرستاد، بلکه تمام قاره اروپا را با سیل مهاجران، بحران انرژی، افزایش بهای زندگی و نگرانی‌های اقتصادی روبرو کرد.
وقتی خانه و فرزند دارید باید گرم باشید. نباید هر روز مشغول محاسبه بهای انرژی باشیم یا بخش زیادی از حقوقمون رو خرج کنیم پیش از اینکه حتی به بنزین، مالیات، اجاره یا ماشین فکر کنیم. ما باید انتخاب کنیم که گرم باشیم، سفر بریم یا غذا بخوریم. این در سال 2022 قابل قبول نیست. اقتصاد اروپا که پس از بحران کرونا کم کم به سوی احیا می رفت، با یورش روسیه با اوکراین درگیر چالش تازه شد. 9 بسته تحریمی بر روسیه در 10 ماه از سوی اتحادیه اروپا کشورهای عضو را با چالش یافتن جایگزین برای گاز ارزان و فراوان روسیه روبرو کرد. در کنار آن با افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، نرخ تورم در منطقه یورو به بی‌سابقه‌ترین سطح در 25 سال گذشته رسید. بانک مرکزی اروپا در سال 2022 افزایش نرخ بهره به میزانی بی سابقه در 11 سال گذشته را اعلام کرد. سقوط تاریخی یورو در برابر دلار آمریکا نیز ارمغان نامیمون دیگر این جنگ برای حوزه یورو بود. جنگ بیدلیل غیرعادلانه و غیرقانونی روسیه به کاهش سرعت رشد جهانی، گسترش و پایداری تورم منجر شده. بانک‌ها را وادار به افزایش نرخ‌ها و شرایط مالی جهان را سخت‌تر کرده است. این اما نقطه پایان ماجرا نیست. بانک مرکزی اروپا گفته تورم بیشتر از این نیست قابل پیشبینی است و سازمان بین‌المللی انرژی از کمبود گاز اروپا در زمستان سال آینده هشدار داده است. بهای سنگین جنگ روسیه برای اروپا که تأثیری بر عزم مقامات این اتحادیه در تقابل با مسکو نداشته است. این مهم است که ما می‌دانیم هزینه این حمایت زیاد است، اما آزادی، صلح بین‌المللی و دموکراسی گرانبهاترند. نباید خودکامگی بر دموکراسی چیره شود و من مطمئنم که چنین نخواهد شد. بانک مرکزی اروپا در پیشبینی آخر سال 2022 میگه که رشد قیمت‌ها در حوزه یورو تا سال 2025 کماکان بالاتر از هدف 2% خواهد بود. در سال آینده میلادی نرخ تورم در حوزه یورو به 6.3% میرسه، یعنی بیشتر از پیشبینی قبلی که 5.5% بوده. در سال 2024 این آمار به 3.4% و در سال 2025 به 2.3% خواهد رسید. تمام این آمار حکایت از دوام دشواری‌های اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین دارند. جنگی و ایرانگر که کارشناسان تبعات اقتصادیش را میتونن پیش بینی کنند، اما پایانش را هنوز نه. مصدق پارسا، بروکسل. رضا علوی نویسنده و تحلیلگر سیاسی از دالاس همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین. آقای علوی، از شما بشنویم در دهمین ماه از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، این جنگ چه تبعاتی برای مسکو و در مقیاس کلی‌تر برای جهان داشته؟ در واقع این تجاوز که در فوریه 22 آغاز شد، فصل جدیدی رو در تاریخ جهان گشود. جدا از اینکه اوکراین و آسیبی که به سرزمین اوکراین زد و در واقع سبب شد که بسیاری از شهرهای اوکراین ویران بشن، در خود روسیه هم خسارات فراوانی به وجود آمد. خساراتی که متوجه مردم روسیه شد، جوانانی که از روسیه در این جنگ تجاوزکرانه، در این جنگ بیهوده شرکت کرده و قربانی شدند. در واقع تحریم هایی هم که از اون سوی دیگه غرب علیه روسیه وضع کرد، وضعیت اقتصادی روسیه رو نابود کرد، شهروندانش رو با شرایط بدتری روبرو کرد، اقتصاد ناتوان روسیه رو ضعیف‌تر کرد و ارتباط مردم روسیه رو با جهان مختل کرد. در واقع امروز دورنمای یک زندگی که در روسیه ما میبینیم زندگی بسیار نکبتباری به وجود اومده. جدا از این مسئله، در بین خود اروپایی‌ها یک نوع بی‌اعتمادی میان شهروندان و دولت‌های اروپا از یک سو و دولت روسیه از سوی دیگه ایجاد کرد. کشورهای اروپا رو وادار کرد که بودجه نظامی خودشون رو افزایش بدن و در واقع یک سیستم میلاتریزه رو در اروپا به وجود بیارن و فضای سیاست جهانی رو عوض بکنن. توجه بکنیم که بودجه نظامی همه کشورهای ناتو یه چیزی در حدود 1,000 میلیارد دلار هستش و در واقع اروپا به تنهایی بیش از 200 میلیارد دلار بودجه داره، در حالی که بودجه نظامی روسیه حدود 60 میلیارد دلار هست.
آلمانی که مقاومت میکرد در مقابل افزایش بودجه نظامی، یک شبه چیزی در حدود 40% به بودجه نظامی خودش افزایش داد و این مسائل باعث شد که به اصطلاح تورم در جهان افزایش پیدا کنه. تجاوز روسیه باعث شد که در واقع هزینه‌ای که باید برای کاهش فقر بشه، برای مشکلات دنیا بشه، صرف مسائل جنگ بشه. بودجه نظامی ناتو که تقریبا 20 برابر بودجه روسیه هستش داره افزایش پیدا میکنه و اینا هزینه‌ای هستش که گریبان مردم گرفته. رژیم پوتین هیچ تکیه‌گاهی نداشت به جز اینکه به اقتدارگرایان و به دیکتاتورها در این جنگ پناه بیاره. به لحاظ سیاسی و اقتصادی تلاش کرد که خودش رو به چین نزدیک بکنه. چین استقبال نکرد. متأ در این شرایط بودش که یک بلوک جدید رو ایجاد کرد از کشورهایی که کاندیدای پیوستن به این اردوگاه اقتدارگرایان بودش، که از همه مهمتر و از همه بزرگتر ایران بود، جمهوری اسلامی بودش، که با افتادن در دام جمهور در دام روسیه موقعیت خودشو به اصطلاح با بحران بیشتری روبرو کرد. جمهوری اسلامی در واقع با شرایطی روبرو شده که جنگ روسیه و یوکرین جزء کشورهایی بودش که آسیب فراوانی خورد. آقای علوی خیلی ممنونم از همراهی و توضیحات شما. به پایان این بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی رسیدیم. تا دقایق دیگر همکارانم در لندن با بخش‌های خبری تازه به صورت زنده با شما خواهم بود. اما در انتهای این بخش خبری بیننده هنر اعتراضی باشیم، اثری از گروه همبستگی ملی برای ایران. این پیام برای تمام کسایی که تو ایران دارن برای آزادی ایران می جنگن.